سم یخی به کارگردانی میدیزل، فیلمساز اهل میانمار، یکی از فیلم‌های مستقل از 87 فیلم داستانی بود که در جشنواره فیلم ترایپکا در نیویورک به نمایش درآمد. داستان فیلم درباره کشاورز فقیر و جوانی در میانمار است که جذب کار پردرآمد فروش ماده روانگردان شیشه یا مفتامین می شود. به جز محدودیت بودجه و بازیگر با محدودیت دیگری هم مواجه هستم. نمی توانم فیلم را به نمایش عمومی بگذارم زیرا جواز فیلم برداری نداشتم. بنابراین مشکل این بود که چطور فیلم را بدون داشتن جواز بسازم. چطور می شود فیلم را با دوربین مخفی و تقریبا بدون پول ساخت؟ فکر می کنم در نهایت چیزی که کمک کرد همه این محدودیت ها را دور بزنیم عنصر سفر در فیلم بود. هنر یعنی همین. آنگ لی آن کارگردان معروف تایلندی و برنده جایزه اسکار نیز در مراسم اولین نمایش این فیلم در جشنواره فیلم ترایپکا حاضر شد تا از این فیلم مستقل حمایت کند. این فیلم با بودجه بسیار کم، دوربین کوچک دیجیتال و طی 10 روز ساخته شده است. اما فکر نمی کنم اینها تأثیری در این که این فیلم چه پیامی به مخاطب منتقل می کند داشته باشد. همه ما از یک خانواده هستیم و باعث خوشحالی من است که از این فیلم حمایت کنم. شروع کار من هم با چنین فیلم هایی بوده است. میدیزد فیلمساز ساکن تایوان است و قصد دارد به زادگاهش میانمار بازگردد تا فیلم داستانی دیگری در مورد وضعیت یأس‌آور زندگی در ایالت شرقی چند قومیتی میانمار بسازد.